بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سر فشارهای داخل قلبی گپ میزنیم. ما شما میتونیم که فشارهای داخل قلبی را بعضی فشارها را تخمین بکنیم، بعضیش را تعیین بکنیم. تخمین به معنی ازی که اگر ما شما بخوایم که فشار اوزین چپ تعیین بکنیم، این را مستقیم تعیین کرده نمیتونیم، تنها از روی وینکا و انفیرور، وینه که وین فیرور که خونی خود میره در اوزین راست تخلیه میکنن، از روی ازی ما شما تخمین میکنیم که فشار اوزین راست بلند خواهد بود یا پایین خواهد بود. اگر فشار اوزین راست پایین باشه، وینه که وین فیرور و وینه که وین سوپیرور که میه تمامی خونی خود در اوزین راست تخلیه میکنن. پس وقتی که این مثلا وینه که وین سوپیرور است، وینه که وین فیرور، در صورتی که این وریدا خونش مکمل تخلیه شوه، مثلا ورید پر است، خونش که تخلیه شد کلاپس میکنه، جو خالی میشه، درست؟ خونی ورید که تخلیه شد کلاپس میکنه، پس این خونش که تخلیه شد باید کلاپس بکنه. وینه که وین فیرور هم رقم، خونش که دیگه تخلیه شد این باید کلاپس بکنه. از روی کلاپسش ما شما میفهمیم که فشار اوزین راست پایین است. اگر فشار اوزین راست بلند باشه، در اون صورت ای وریدان نمیتونه خونی خود تخلیه بکنه در اوزین راست. ایجا فشار بلند است، ای خون با آسانی آمده نمیتونه در اوزین راست. وقتی که ورید خونش در اوزین تخلیه نشه، ورید پر میمانه. ورید وقتی که پر موند کلاپس نمیکنه. پس از روی کلاپس وینه که وین فیرور و وینه که وین سوپیرور ما شما میتونیم تخمین بکنیم که فشار اوزین راست چقدر است. وینه که وین فیرور ما شما همیش ارزیابی میکنیم به خاطر اینکه در سبکوستال ویندو همیش وینه که وین فیرور معلوم میشه. از روی کلاپس ازو باز میفهمیم که چقدر است. در کلینیک ما شما جوگولر وینه میبینیم. جوگولر وینه میبینیم اگر دستند باشه، کانجشن داشته باشه، دایلیت باشه، ما شما میگیم فشار اوزین راست بلند است. اگر نیکی دستند نبود ما شما میگیم فشار اوزین راست پایین است. این از نظر کلینیکی است. ایکو ما خو اکثرا جوگولر وینه نمیبینیم، زیادتر مریض است جای زری است و ما ایکو خود کدام میریم، زیادتر در وقتی که در سبکوستال ویندو رفتیم در اوجه وینه که وین فیرور معلوم میشه، کلاپسش هم معلوم میشه که چقدر کلاپس میتونه نمیتونه. از روی ازی ما شما تخمین میکنیم. مثلا اگر وینه که وین فیرور کمپلیت کلاپس بکنه مکمل، فشار اوزین راست 0 تا 5 است. اگر وینه که وین فیرور کلاپس بکنه بیشتر از 50%، ای 5 تا 10 فشار اوزین راست، یعنی از کمپلیت کلاپس کده یک ذره کمتر، مگم کلاپسش زیاد است، بازم از 50% بیشتر کلاپس میکنه. در اون صورت فشار اوزین راست 5 تا 10 قبول میکنیم. یکی 5 قبول کدی 6 7 8 9 10 هر قدر که قبول کردی خب مطلب در رنج 5 تا 10 را ما شما قبول میکنیم. اگر وینه که وین فیرور کلاپسش از 50% کمتر باشه، در این صورت فشار اوزین راست بلند است. فشار ازی شاید 10 باشه، 12 13 تا 15 10 تا 15 فشار اوزین راست قبول میکنیم. اگر وینه که وین فیرور کمتر از 25% کلاپس بکنه، یعنی اینی رقم باشه هیچ صحیح کلاپس نتونه، در این صورت فشار اوزین راست 15 تا 20 است. ایره از روی کلاپس وینه که وین فیرور ما شما یک چیزی پیش خود تخمین میکنیم، میگیم که فشار اوزین راست این 5 است از این مریض، این را میگیم 10 است، این را میگیم 15 است، این 20 است. این تخمینی پیش خود سنجش میکنیم که فشار اوزین راست امید چیز باشه باید. این تخمین از دیگه تعیین نکردیم، درست؟ فکس گفتن نمیتونیم که 6 است یا 7 است یا 8 است، ما تو پیش خود یک نظر میسنجیم که اینمی 5 است، 10 است، 15 است، 20 چقدر است فشارش. البته از 0 گرفته تا 20 ما شما اجازه داریم که فشار اوزین راست تعیین بکنیم. بعضی اوقات فشار اوزین راست از 20 قدم بالا می باشن، 30 40 می باشن، اینی وقتی است که باز ما شما فشارها را اندر استیمیت میشیم، کمتر تعیین میکنیم. خب وقتی که فشار اوزین راست ما شما تعیین کردیم، فشار بوتین راست چی رقم تعیین میکنیم؟
بوتین راست ای اوزین راست ای بوتین راست. در زمانی که دست ما واز باشن ای فشارا اکثرا مساوی میشن. ما شما دیروز گفتیم که اگر کلکین و دروازه اتاق واز بانیم فشار داخل اتاق تقریبا کت دالیز تقریبا مساوی میشه اگر دروازه واز باشه. اگر دروازه را ما شما قائم کنیم کلکین بسته باشه دروازه قائم باشه فشار داخل اتاق کت بیرون اتاق فرق میکنه، درست؟ اگر مجرا نباشن دیجه کدام بندش چیزی نباشن پس این فشار که تیزی فشار یک وقت مساوی میشه. در زمان دیاستول وقتی که خون جریان پیدا میکنه از اوزین به طرف بوتین، اگه به شکل رسم بکنیم محکوسش همون شکل اصلیشه، این مثلا رایت اتریوم است این رایت وینتریکل است. اوزین پر شده، این اوزین پر شده از خون، دستان بسته است زمان سیستول است. وقتی که دیاستول شروع میشه این دستان واز میشه، دستان که واز شد اینی خون بسیار بسرعت می بوتین پر میکنه. اول تفاوت فشار زیاد است، تفاوت فشار زیاد است، این خون بسرعت می در زمان دیاستول دیرلی فیلینگ دیجه، باز پسان آهسته آهسته جریان کم شده میره. یک وقتی این فشار که تیزی فشار مساوی میشه اما وقتی است که ما شما میگیم که استاز رخ داده، یعنی اگر ما شما اینجا در ترایکاس بودم مایترال پلسیف دوپلر رو بانیم اول ایرلی فیلینگ داریم باز سرعت آهسته آهسته کم میشه، یک وقتی این دو تا فشار که مساوی شد استازیس رخ میده. یعنی یک مرحله ما شما داریم که فشار اوزین کت بوتین مساوی است، درست؟ به می خاطر است که وقتی که ما شما فشار اوزین تعیین کردیم که چقدر است ایره ما شما گفته میتونیم که فشار دیاستولی که بوتین هم قدر است، چون در زمان دیاستول وقتی که دستان واز باشه این فشار که تیزی مساوی میشه. پس ما شما گفته میتونیم که right ventricle and diastolic pressure مساویز با right atrial pressure. right atrial pressure تخمین زدیم در زمان دیاستول right ventricle diastolic pressure میگیم، right ventricle diastolic pressure مساویز با right atrial pressure. امی چیز ما شما در لفت هم این چیز صدق کدم میتونه طرف چپ مثلا در اینجا پلمونری وین آمده، چهار تا پلمونری وین، این پلمونری وین در این کپیلر ها وصل است، کپیلر ها که است در کت پلمونری آرتری کنکشن داره، درست؟ خونی که از رایت وینتریکل میه در پلمونری آرتری این دریه میره از اینجا باز توسط وریدا میده لفت اتریوم، درست؟ در زمان دیاستول هر قدر که فشار بوتین چپ باشه دیجه مثلا فشار بوتین چپ 22 فشار دیاستولیکش ای دستان واز است امی فشار مستقیم انتقال میکنه در اوزین پس فشار اوزین هم 22 در زمان دیاستول ایجی چیزی بندش نیست. اینی وریدا کدام دستان ایجا نداره پس این فشار 22 در پلمونری وینوم فشار 22 است. در اینی کپیلر ها دیجا که میسنجه ایجون فشار 22 است تقریبا امی فشار نکاس کرد معکوس. وقتی که ما شما میگیم پلمونری کپیلر ویچ پرشار در پلمونری کپیلر ویچ پرشار ما شما چی میکنیم؟ ایجا در پلمونری آرتری کتیتر را داخل میکنیم در قسمت آخری در قسمت کپیلر ها کتیتر تا ایجا را میرسانیم تا اینجا را که رساندیم ما شما میگیم که پلمونری کپیلر ویچ پرشر ما شما اینه قدر است، درست؟ در اصل امی پلمونری کپیلر ویچ پرشر فشار دیستولی که بوتین چپ است که یه نکاس کده در اوجا ما شما میگیم که اگر پلمونری کپیلر ویچ پرشر بالا بود مریض مایات نتی دیوریتیک برش بده، صحیح؟ اگر پلمونری کپیلر ویچ پرشر پایین بود باز مایات بده بر مریض خواست بخاطر ایزی که اینمی پلمونری کپیلر ویچ پرشر نمایندگی از فشار دیاستولی که بوتین چپ میکنه، درست؟ پس
فشار دیاستولیک بتین چپ انعکاس کرد در عزین چپ، عزین چپ فشارش انعکاس کرد در وریدا، وریدا انعکاس کرد در کپیلری. درست؟ و می رقم در بتین راست هم است. فشار دیاستولیک بتین هر قدر که باشه، فشار عزین هم دیاستولیکش هم قدر است. پس ما شما گفتم میتونیم که رایت وینتریکل این دیاستولیک پرشر، مسایز برایت اتریال پرشر. فشار سیستولیک بتین چپ که است، این را در زمان سیستول اندازه میکنیم، چون فشار دیاستول باید در زمان دیاستول اندازه شود، فشار سیستول در زمان سیستول. وقتی که بتین راست مایع را فشار میده که باید از بتین خارج شود، در این صورت فشار سیستولیک دیج تولید میشه. درست؟ فشار تولید میشه. اگر به این شکل باشه که اینجا یک مجرای باشه، یک رگورجیتانت اورفیس داشته باشیم، یک مجرای باشه، از انمی مجرا خون از بتین راست سرازیر میشه طرف عزین راست. اگر ما شما یک بالون از آب پر داشته باشیم، اگر یک کدام پنچری چیزی نداشته باشه از بیرون که فشارش بیتی، فشار داخلی را ما شما تعیین کردن نمیتونیم. اگر یک جایش سوراخ بکنیم، پنچر باشه، وقتی که بالون از بیرون فشار میتی، امی مایعی که در داخل بالون است فوران میکنه. از روی فوران ازی میفهمیم که فشار داخل چقدر است. اگر فوران کم بود، ما شما میگیم فشار داخل کم است، برای ازی که مایع بسیار بایستگی چیز میشه. اگر این بالون زیاد فشار دادیم، این مایع اینطور جیت میزنه، بسیار دور میره. این مایع که فورانش دور باشه، ما شما میگیم که اما قدر فشار داخل بلند است. پس از روی رگوجیتیشن دسام ترایکسپید ما شما حد زده میتونیم که فشار بتین راست چقدر بلند باشه. اگر فشار بتین راست لازم سر رگوجیتیشن دسام ترایکسپید، وقتی که کانتینیوس ویف دوپلر انداختیم موجه رسم میشه، سرعت ما شما سنجیده میتونیم. کرسر که در اینجا موندیم، ماشین برای ما شما نوشته میکنه که پیک ویلوسیتی چقدر است، و از روی پیک ویلوسیتی پیک پرشر گرادینت هم برای ما شما نوشته میکنه که چقدر است. امی فرمول برنولی در ماشین ها است، ویلوسیتی مربع ضرب 4، ویلوسیتی مربع ضرب 4 ای امو پرشر گرادینت برای ما شما میده. درست؟ پس ما شما وقتی که سر رگورجیتیشن دسام ترایکسپید کانتینیوس ویف دوپلر انداختیم، موجه رسم شد، در پیک موجه کرسر میمونیم، ماشین برای ما شما هم سرعت نوشته میکنه و هم پرشر گرادینت نوشته میکنه، تفاوت فشار نوشته میکنه. حالا اگر اینطور باشه که اینی سرعت 3 متر باشه، سیر نظر به این فرمول، سیر که مربع کنیم 9 میشه، 3 3 9 9 را ضرب 4 کنیم 36 میشه. پس تفاوت فشار، اگر پیک ویلوسیتی ما شما 3 متر باشه، پیک پرشر گرادینت ما شما 36 میلی متر ستون سیماب است. 36 میلی متر ستون سیماب فشار بتین راست از عزین راست که زیاد است. درست؟ این تفاوت فشار است. 36 میلی متر ستون سیماب فشار بتین راست از عزین راست که زیاد است. عزین راست خواهی یک فشار داشت. درست؟ ما شما او رو از وین کف اینفیرور می سنجیم. اگر در وین کف اینفیرور سنجش کردیم که فشار عزین راست 5 است، پس 5 کتی 36 جمع میکنیم 41 میشه. فشار بتین 41 است. یعنی به این شکل فشار سیستولیک بتین راست به دست آمد. درست؟ یعنی رایت وینتریکل سیستولیک پرشر مساوی میشه با ترایکاس رگورجیتیشن. درست؟ امو پرشر گرادینتش جمع رایت اتریال پرشر، یا ترایکاس رگورجیتیشن پیک ویلوسیتی مربع ضرب 4. درست؟ اگر یک نفر باشه مثلا قدش بلند، یک نفر دیگه است قد کوتاه داره،
برای ما شما اگر قد از این نفر معلوم باشه، از این قد کوتاه معلوم باشه که این 120 سانتی متر قد داره، درست؟ و یک نفر برات بگویه که اینمی نفر 120 سانتی متر قد داره، یک نفر دیگه است 40 سانتی متر از این قدر بلند است، درست؟ پس قد یک نفر بلند چقدر خود بود؟ ما شما مجبور هستیم این رکت از تفاوت جمع بکنیم، درست؟ که قد از یک نفر بلند پیدا بکنیم. پس در اینجا ما شما این فشار را میفهمیم که چقدر است، این فشار را میفهمیم، تفاوت فشار را میفهمیم که در اینجا در کنتینوس ویو دوپلر اندازه کردیم، تفاوت هم پیدا کردیم، این فشار کت تفاوت جمع میکنیم، این فشار را میده بر ما شما. پس رایت وینتریکل سیستولیک پرشر مساوی میشه با تراکس پرگوجیتیشن ویلوسیتی مربع ضرب 4 جمع رایت اتریال پرشر. تا فعلا ما شما سه فشار را پیدا کردیم، در این سه فشار رایت اتریال پرشر بود، تخمین کردیم از روی وین کوین فیرور، رایت وینتریکل این دیاستولیک پرشر مساوی با مو چیز بود، هر قدر که بوده. یعنی اگر کسی سوال میکنه که رایت وینتریکل این دیاستولیک پرشر بر ما تعیین بکن، تو باید سب کوستال ویندو بری وین کوین فیرور رو ببینی، هر قدر که رایت اتریال پرشر بود برش میگه که رایت وینتریکل این دیاستولیک پرشر این قدر است، و رایت وینتریکل سیستولیک پرشر از روی تراکس پرگوجیتیشن تعیین کردیم. پیشتر گفتیم که اگر دستان واز باشه بند نباشه، دستان واز باشه یک وقت این فشار که تیزی مساوی میشه، درست؟ پس ما شما در زمان سیستول وقتی که بطین راست این رایت وینتریکل است، این پلمونری آرتریس رایت وینتریکل که سیستول میکنه خونش میریزه در پلمونری آرتری در زمان سیستول، پس فشار سیستولی که رایت وینتریکل مساوی است با فشار سیستولی که پلمونری آرتری، چون دستان واز است یک وقتی فشار که تیزی مساوی میشه، درست؟ پس ما شما گفته میتونیم که رایت وینتریکل سیستولیک پرشر مساوی است با پلمونری آرتری سیستولیک پرشر. در ایکو در پرکتیک ما فشار سیستولی که بطین راست از روی تراکس پرگوجیتیشن تعیین میکنیم، فشار سیستولی که بطین راست ایره ایره که تعیین کردیم، باز در راپور نوشته میکنیم که پلمونری آرتری سیستولیک پرشر این قدر است. مثلا پیشتر گفتیم که رایت وینتریکل سیستولیک پرشر 41 است، امور در راپور خود نوشته نمیکنیم که رایت وینتریکل سیستولیک پرشر 41، نوشته میکنیم پلمونری آرتری سیستولیک پرشر 41 است. یعنی در حقیقت ما رایت وینتریکل سیستولیک پرشر را پیدا میکنیم، چون ای که تیزی مساویز به خاطر نشته میکنیم پلمونری سیستولیک پرشر را ما قدر است. ای یک معذرت داره، معذرتش ده ایست که در پلمونری والف در اینجا باید ستینوز نباشه، ای دستان مکمل واز شوه، ای دستان که مکمل واز شوه ای فشار که تیزی مساوی میشه. اگر فشار اگر دستان واز نباشه، این مثلا اینجا تزایق باشه یا در خود دستان یا در سب والوولر یک ستینوز باشه، در این صورت این دستان که مکمل واز نشه اینجا فشار بلند میمونه اینجا پایین. باز ما شما گفته نمیتونیم که این فشار که تیزی مساوی است، پس اینی معذرتی است که اگر همینطور یک پلمونری ستینوز موجود باشه یا سب پلمونری ستینوز، در اون صورت باز ما شما گفتن هم میتونیم که پلمونری آرتری سیستولیک پرشر ما شما اینقدر است. ما شما خو پلمونری آرتری سیستولیک پرشر از روی رگوجیتیشن دستان تراکس پیت تعیین کردیم، دقیقاً ما شما این فشار تعیین کردیم، در اون صورت باز ما شما میشه که نشته بکنیم که رایت وینتریکل سیستولیک پرشر اینقدر است، نه پلمونری آرتری سیستولیک پرشر. این دیگه معذرت است، باز ما شما دیگه تعیین کردن نمیتونیم. فشارهای دیاستولیک پلمونری آرتری از روی رگوجیتیشن دستان پلمونر تعیین میشه، اینجا مثلا رگوجیتیشن باشه در پلمونری والف، سر ازی رگوجیتیشن کانتینوس ویو دوپلر را میندازیم، کانتینوس ویو دوپلر را که انداختیم
موجی سیستولیش زیر بیزلاین رسم میشه، موجی دیاستولیش در سر بیزلاین. اول خون به سرعت میره در بوتین داخل میشه، آهسته آهسته سرعتش کم شده میره، موجه ای رقم رسم میشه، باز دیاستول ختم سیستول شد. در این صورت ما شما اگر بخواییم فشار این دیاستولی که پلمونری آرتری را تعیین بکنیم داخل دیاستول، پس در این صورت اینی موجه است، این سیستول است، این موجه دیاستول، این ارلی دیاستول است، این ان دیاستول است، درست؟ ما شما وقتی که میخواییم که این دیاستولیک پرشار را تعیین بکنیم، پس در این دیاستول باید تعیین کنیم، در اینجا، درست؟ اینی نقطه هر قدر که دیجا پرشه گردین بیایه همین ویلیستی مرا بزر بچار، درست تفاوت فشار دمی این دیاستول ای بر ما شما نشان میده که فشار پلمونری آرتری دمی مرحله اما قدر زیاد است از بطین راست کده. مثلا ایجا پرشه گردین تا آمد 8، درست؟ با معنی ازی که در این دیاستول فشار پلمونری آرتری 8 میلیمتر ستونی سیماب از رایت وینتریکل کده زیاد است. رایت وینتریکل خواه یک فشار داشت، او را از روی وینک وین فرور تین کدیم، امور رایت اتریال پرشار بود، درست؟ پس ما شما اینمی پرشه گرادینت اگر که تزی فشار یک جای کنیم، این فشار همیتا بر ما شما، درست؟ پس در این صورت اگر فشار بطین راست ما شما 5 قبول بکنیم، 5 ایجا فشار باشم، 8 تون پرشر گرادینت باشه، تفاوت فشار باشه، این فشار ازی که زیاد باشه، 5 کت 8 جمع میکنیم میشه 13، درست؟ پس فشار این دیاستولی که پلمونری آرتری 13 میلی متر ستونی سیماب است. در این صورت ما شما نوشته کده میتونیم که پلمونری آرتری این دیاستولیک پرشر مساوی است به پلمونری والف این دیاستولیک پرشه گرادینت تر قدر که بودم و ویلیستی مربع ضرب 4، درست؟ جمع رایت وینتریکل این دیاستولیک پرشر یا رایت اتریال پرشر ای هر دوش خود مساویس یک چیز، درست؟ از روی وینکا وین فیرور سنجش میکنیم. پس این فرمول پلمونری آرتری این دیاستولیک پرشر مساویس به پلمونری والف این دیاستولیک پرشه گرادینت یا ویلیستی مربع ضرب 4 جمع رایت وینتریکل این دیاستولیک پرشر یا رایت اتریال پرشر، ای برای ما شما پلمونری آرتری این دیاستولیک پرشر را میتن. اگر ما شما بخواییم پلمونری آرتری مین پرشر را تعیین بکنیم، مین پرشر را در پیک دیاستولیک ریگورجیتیشن تعیین میکنیم، در پیک پلمونری والو ریگورجیتیشن یا ارلی دیاستولیک ویلوسیتی، در اول دیاستول سرعت زیاد می باشه، درست؟ در اینجا زیاد می باشه در ارلی دیاستول. این اینجا پرشه گرادینت هر قدر که آمد، مثلا اینجا پرشه گرادینت آمد 16، این همی پلمونری آرتری مین پرشر ما شماست، در اینجا جمع و منفی ما شما نداریم. پلمونری آرتری مین پرشر تقریبا اوسط فشار این دیاستولیک و فشار سیستولیک است. این سیستول ما شما در اینجا شروع شده، در اینجا ختم شده، دیاستول دیجی شروع شده، دیجی ختم شده، درست؟ بین ازی و بین ازی نقطه یک فشار اوسط است. پس پلمونری آرتری مین پرشر که است اونمو ارلی دیاستولیک ویلیستی مربع ضرب 4 است، دیجی جمع منفی نداریم. خب تا بالا ما شما فشار رایت اتریوم از روی کلاپس وینکا وین فرور تین کدیم، درست؟ فشار این دیاستولی که رایت وینتریکل مساوی به می فشار رایت اتریوم بود، فشار سیستولی که بطین راست از روی ریگوجیتیشن دسامی ترویک سپید در زمان سیستول، ایجا کانتین سویف دوپلر انداختیم، ویلیستی مربع و را پرشه گرادینت گرفتیم چقدر است؟
فشار اوزین که تفاوت فشار جمع کردیم، فشار سیستولیک بوتین راست داد. فشار سیستولیک بوتین راست مساویس به فشار سیستولیک پلمونری آرتری و فشار این دیاستولیک پلمونری آرتری و مین پلمونری آرتری پرشار که است ایره از روی رگوجیتیشن دستامی پلمونری تعیین کنیم. فقط اینجا رگوجیتیشن اگر موجود باشه کانتینیوس ویف دوپلر هم اندازیم موجه رسم میشه. موجه که رسم شد در ارلی دیاستول در پیکش کارسر میمونیم، هر قدر که پرشار گرادینت آمد اونمو پلمونری آرتری مین پرشار است. در این دیاستولیکش اینجا کارسر که موندیم این دیاستولیک پرشار را برای شما سنجش میکنه که از این پرشار گرادینت هر قدر که آمد فشار این دیاستولیک بوتین راست جمع میکنیم ایره برای شما میده. بعضی اوقات یک مشکل ایجاد میشه، مثلا یک مریض است بوتین راستش به نهایت دایلیت است، رایت ونتریکل به نهایت دایلیت است، دستام ترایکسپید لیفلیت هایش کش شده، یک لیفلیت ده دیگر لیفلیت نمیرسه واز مانده. پس این دستام وقتی که صحیح بسته نشه تقریبا ایجا که سیستول اجرا میشه ایجا کل مایه ده ایجا می فشار سیستولی که اوزین راست هم قدر بالا میره. ما شما در از روی وینک وینفیرور فشار اوزین تخمین میکدیم که تا 20 از 20 بالا اجازه نداره. مگرم بعضی اوقات نمیتونه میشه که لیفلیتو اینطور دور بانه ایجا سیویر رگوجیتیشن باشه فشار اوزین شاید 40 باشه. اگر این رقم باشه مثلا ما شما اینجا پرشر گرادینت پیدا کردیم 40، ما شما اگر فشار اوزین 20 قبول کنیم این را کتش جمع بکنیم میشه 60، درست؟ مگرم اینجا فشار اوزین شاید 30 باشن، در این صورت اگر 40 ما شما کتی 30 جمع بکنیم این 70 میشه، تفاوت داره. پس ما و شما اندر استیمیت میشیم. یک دیگه ای که ایجا فشار اوزین که بسیار بالا بره اینی خونی که از بوتین راست در اوزین راست می با مو سرعت سابقه نمی، ما شما گفتیم که سرعت وابسته به تفاوت فشار است، هر قدر که تفاوت فشار زیاد باشه اما سرعت زیاد است. ایجا که فشار بسیار زیاد شد در بوتین راست در اوزین راست، ایجا که فشار مثلا سابق 5 بود خون به یک سرعت زیاد می آمد، حال فشار در اینجا مثلا 35 است، سابق اینجا خون به سرعت 4 متر می آمد، حال خب به سرعت 4 متر آمده نمیدون، حال به سرعت 30 متر شاید بیان. پس ما شما پرشر گرادینت هم کم حساب کردیم، پیک ویلستی هم کم حساب کردیم، این فشار اوزین هم که کم کتی جمع بکنید اندر استیمیت میشه ما شما، اما فشار واقعی که پلمونری آرتری داره رو شاید سنجش کردن نتانیم. فشارهای طرف چپ قلب که است او هم به می شکل تعیین میشه، فقط در اوجه تفاوت در چیز در اینجا پیشتر ما شما گفتیم که یک نفر قد بلند داره یک نفر قد کوتاه داره. در طرف راست ما شما قد از این نفره که کوتاه است ای را هم فهمیدیم، تفاوت قد هم فهمیدیم، ای را که تیزی جمع کردیم قد نفر بلند پیدا کردیم، درست؟ در طرف چپ معکوس است، ما شما قد این نفر که بلند است ای را می فهمیم، زیاد هم می فهمیم، تفاوت هم می فهمیم. ما شما ای تو میگیم که این نفر قد بلند مثلا 180 سانتی متر قد داره، امی نفر از این نفر دیگه کده 30 سانتی متر بلند است، درست؟ نفر قد کوتاه را خیلی پیدا بکن. خب ما شما مجبور هستیم 30 از 180 منفی بکنیم، درست؟ که قد از این نفر کوتاه پیدا شود. پس قد نفر کوتاه 150 سانتی متر است. در طرف چپ قلب ما شما فشارهای بلند هم میفهمیم، فشارهای پایین هم میفهمیم. این شریان ابهر است،
فشار سیستولیک شریان اب هر فشار دیاستولیکش هم شما میفهمیم. فشار خونی مریض که دیدین ای براخیال آرتری هر قدری که بود او تقریبا همو فشار است و قدر تفاوت نمیکنه که فشار خود شریان اب هر کی است و قدر تفاوت نداره. پس ما شما فشار خونی مریض میبینیم هر قدری که فشارش بود فشار سیستولیک شریان اب هر هم قدر است. درست؟ پس ما شما اگر تعیین بکنیم که فشار سیستولیک از این مریض 120 است، فشار سیستولیک بوتین هم باید 120 باشه. پیشتر گفتیم وقتی که دستان واز باشن صحیح واز شن یک وقت این فشار که تیزی مساوی میشن. درست؟ فشار سیستولیک بوتین راست مساوی به فشار سیستولیک پلمونری آرتری بود، فشار سیستولیک بوتین چپ مساوی به فشار سیستولیک شریان است. پس هر قدری که فشار سیستولیک خون ما شما تعیین کردیم اگر 130 بود 140 بود ما شما میگیم که فشار بوتین چپ هم قدر است، فشار سیستولیکش هم قدر است. یعنی اگر ما بگویم که فشار سیستولیک بوتین چپ از این مریض تعیین بکن به یه وزیزی که دیکو پرو بتبانی باید حالی فشار رو بگیری فشار مریض ببینی هر قدر که بود اگر 130 بود میگی فشار بوتین چپش 130 است. درست؟ پس سیستولیک بلد پرشر مساویز با لیف وینتریکل سیستولیک پرشر فشار سیستولیک بوتین چپ تعیین کردیم. فشار دیاستولیک بوتین چپ که است ای از روی رگوتیشن دستام اپهر دیده میشن، اینی دستام اپهر است. اگه ایجا ریگرش موجود باشن خون در زمانی که زمان دیاستول از پلمونری آرتری داخل بوتین میره، یعنی فشار پلمونری آرتری بلندتر است از بوتین کردن. در اینجا کانتینیوس ویو دوپلر هم اندازیم. کانتینیوس ویو دوپلر که انداختیم موجه رسم میشه این رقم، این سیستولش این دیاستولش. درست؟ اینه به این شکل. در زمان ما شما میخواییم که فشار این دیاستولی که بوتین چپ تعیین بکنیم، پس در این دیاستول باید تعیین بکنیم. در این نقطه این مثلا اینه ای سیستول شد، این شروعی دیاستول، این ختمی دیاستول. درست؟ خون جریان داره در دیاستول تا که دیاستول ختم میشه باز دیگه سیستول شروع میشه. ما شما لف وینتریکل اند دیاستولیک پرشر اگر بخوایم تعیین بکنیم در اند دیاستول تعیین میکنیم. در اند دیاستول هر قدر که پرشر گرادینت آمد، درست؟ تفاوت فشار هم ویلوسیتی مربع ضرب 4 هر قدر که پرشر گرادینت آمد اینه میره از فشار دیاستولیک خون منفی میکنیم. فشار دیاستولیک شریان خود شما میفهمیم فشار خون مریض دیدیم مثلا فشار دیاستولیکش 70 است. درست؟ پس فشار دیاستولیک آورتا 70 از این ما شما اینمی پرشر گرادینت منفی میکنیم هر قدر که آمد. مثلا ای آمده 40، درست؟ 40 از 70 منفی میکنیم 30 میمونه. پس ما شما گفته میتونیم که فشار این دیاستولی که بوتین چپ 30 است، 30 میلیمتر ستونی سیمون. در این دیاستول ما شما گفتیم که فشار از روی رگوجیتشن دستامی اپهر تین میکنیم. فشار دیاستولی که خونه میفهمیم، فشار دیاستولی که آورتا را میفهمیم. تفاوت فشار از روی رگوجیتشن دستام اپهر تین کردیم. درست؟ تفاوت هم میفهمیم، ای را میفهمیم، ای را نمیفهمیم، فشار بوتین را نمیفهمیم. پس ما شما گفتم میتونیم که فشار تفاوت فشار از این فشار که منفی بکنیم این فشار برای ما شما میتن. درست؟ اما قصه از قد نفر شد. درست؟ فشار زیاد هم میفهمیم، تفاوت هم میفهمیم، فشار کم هم میفهمیم. پس در این دیاستول از روی رگوجیتشن دستام اپهر ما شما این فشار رو تعیین میکنیم. فشار این دیاستولی که بوتین چپ هم تعیین شد، فشار سیستولی که بوتین چپ هم تعیین شد، میمانه فشار اوزین چپ. ایره از روی رگوجیتشن دستام مویترال تعیین میکنیم. رگوجیتشن دستام مویترال در زمان سیستول است. درست؟
کانتینیوس ویف دوپلر را دیجا مندازیم، موجه رسم میشه. موجه که رسم شد از روی پیک ویلوسیتی ما شما پیک پرشر گرادینت تعیین میکنیم، تفاوت فشار را پیدا میکنیم. این مثلا فکر بکنید که اینی 80 میلی متر ستون سیما پرشر گرادینت آمده اینجا. پس به این معناست که فشار بوتین از اوزین کده 80 میلی متر ستون سیما زیاد است، درست؟ تفاوت فشار ما شما پیدا کرد. فشار سیستولیک بوتین خو میفهمیم که چقدر است، فشار خونی مریض دیدیم مثلا فشار ازو 130، درست؟ فشار خون 130، اینجا تفاوت ما شما 80 پیدا کردیم. 80 که از 130 منفی بکنیم 50 میمونه، پس فشار اوزن 50 میلی متر ستون سیما بس، درست؟ فشار بلند هم میفهمیم، تفاوت فشار رو میفهمیم که چقدر است. این تفاوت از این منفی کنیم این فشار رو برای ما شما میکنه، یعنی طرف چپ قلب ما شما منفی کده میره، اینجا فشار بلند هم میفهمیم، فشار پایین هم میفهمیم، اینجا منفی کده میریم طرف راست قلب که است اکثرا در فرمولا جمع شده میره، اونجا فشار پایین هم میفهمیم، بلندش هم میفهمیم. این بود فشارهای داخل قلبی